سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، میکنان گرانقدر، همه ایران دوستان، فارسی دوستان و حافظ دوستان. شنوندگان چونم هایدون زیز بوداری ایران از سر مارتی، حافظ از سر مارتی، فارس گرین از سر مارتی، با ایسکر نرکایی کنیده، ایسکر نرکایی کنیده، ایسکر نرکایی هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خیلی حافظ اشعار داره، 500 تا حافظ، بیشتر اشعار حافظ غزل هست، 500 تا از این اشعارش غزل هست، حدود 42 تاش رباعیه و چند تا هم قصیده است. حافظ اونی بازماتی غزل متدین خاریش غزل مت کارس نجدو کاریات نه یه نه قصیدان نه گرانتان دیزه. حافظ همیشه و همواره در سپهر ادب و فرهنگ ایران می‌درخشه و علاوه بر سپهر ادب و فرهنگ ایران مشهوریت جهانی هم داره. حافظ ایشپس مین آستمیش پایون ایرانی یک نکامارون بایس بوش میان ایرانی هم بخش اشخاری یک نکامارون نپایون. شما به ندرت میشه پیدا بکنید خونه ای رو در ایران که یه دونه از دیوان حافظ رو نداشته باشه. دشوار ته ایرانون گدنک بیمتانیک بر حافظی گازندری شما باتون چون همین حضور شما در اینجا و همین ترجمه تعدادی از غزلهای حافظ توسط آقای ابراهیمی خودش نشون میده که حافظ و حافظها و صاحبان شعر و ادب مختص جغرافیای خاصی نیستند. زیر نرکایی چون هستی هستی می جود سرمان اونه این تاگمان چون رو برای این گومی زیر نگده اما بایدتون بگوید حافظ چی باید کنون برشتا که اشکارا گرادن دارستی نگیسا هم باش نرکایی پرژکی. اصلا خود فرهنگ، جنس فرهنگ با جنس دیپلماسی شبیه همه. انتان را بس مشاقوی تا یه دیوان اگه تو کنم ایرنس هرگا بس موینه نمانه نگار. جنس فرهنگ از نوع نرمه و دیپلماسی هم قدرت نرمه هر کشوری. باید زیان پاپو بوشه. اس دیوان اگه تو کنم نوی پاپو بوشنه. بر یورکان چون دیگه. و در این میان صاحبان علم و فضل و ادب و هنر و فرهنگ همواره باعث ارتباط و اتصال دولت‌ها و ملت‌ها بودن. یه باعث بلکه میشه مشابهتهایی مشابهتی گرزیش یعنی قاربور نشانه بکنه و بر مشتابس قامو جمعان هندیستاته جمعه نمیشه. حوزه فرهنگ حوزه ایست که ما و افغانستان میتونیم عمیق‌ترین ارتباط رو با هم دیگه داشته باشیم. مشابهی تا این ولورد نه ولی میجود تا هایر یه ایرانسیلر کارو به ایرانس قابل آدلی سر دسته. و به واسطه این میتوانیم دوستی های دو ملت، ارتباطات دو ملت و تعاملات دو ملت رو عمیق‌تر بکنیم. یه است هایر کارو به این هایر یه آرگان چون آبلی خوراسنه او هم را بنده. و از اینکه امروز حافظ باعث شده که ما دور هم جمع بشیم و در کنار هم بنشینیم بسیار باعث خرسندی است. یه شاد او را هم بود حافظ پادشاه به هم دیستاته بر از تو را ایسته من هم آخم بینگ که ایسته گرتی که بناس کاسمین شاد هرچه ایران به واسطه فرهنگ در جهان برجسته است و شناخته میشه. ایران آشخارون در نومش بروی مشاق میتوند. و
صاحبان علم و فرهنگ، حافظها، سعدیها، مولاناها، خیامها، اینها جلوه‌های بارز و برجسته این فرهنگ در جهان هستند. یه حافظ نره، مومین نره، سعدی نره، خیام نره، این مشاورتی که رو من یه نکرسکونه نیرانکانه مشاورتی هاستوکیم. همین دیروز من با یه نفر ملاقات داشتم و ایشون هم گفت که من در حال ترجمه اشعار مولانا هستم. یه سیره کاندی بیتی میکی بار اساس با یه سیما ترکمانونش و رومی. و همینطور یه نفر دیگه به من گفت در حال ترجمه اشعار خیام هستم. روی به ساندی بیتی مارتو باره اساس با خیام ترکمانون. اگر شما به غزلیات حافظ نگاه بکنید، اشعار حافظ نگاه بکنید، همیشه همش عشق هست و معرفت هست و دوستی هست و صلح هست و آرامش. یک آیس بلور باید این پوستر حتکا به حافظ اینه این چی مصیم یته بود سیروم خواهکیان مختبکیان یه سیروم هستیم. همون چیزی که ما برای ارتباط ملت ها نیاز داریم. ادامه ایش مکاری کنه، بدی کنه که اوپسی مرتی ایراجت آبدی شدتن جمهور سلا میشدتن. و همون چیزی که دیپلماسی برای اون تلاش میکنه. یه وید سران های سکز بونتنه این بولی همار کنان کنه جان یران تو بیسار. پس زبان شعر و زبان فرهنگ زبان دیپلماسی هشتی. اون هم خیلی آسد، پویزی های خوزگاه. من از درستیم خواست که در این قرار از این دیوان اگه بیکن باست. خیلی خوشحال هستم که در ارمنستان به فرهنگ ایران، به زبان ایران و سنت های ایران توجه خاصی میشه. شاید اوراخ نمید برهای از دانم کار مرمومه، شاید اون کنه درس بوم. ایرانگان مشاکلیتی، ایرانگان گراکان پیانه، یه ایرانگان کارده باشد. این یک سرمایه اجتماعی برای مردم دو کشور است. این نروش نه این کابیتال نه اور کارو فتان هم نیستم و یک روش رو بستیری باری کام کرد. ما هر کاری بتونیم برای همسایش این تعاملات فرهنگی و ارتباطات بین تماس های مردمی انجام خواهیم داد. مک آمن اینچ آنو مک بربسی آیس مشابه این شبونده به جامعتاکان من برای اینکه تقدیر بکنم از کار آقای جورج ابراهیمی 100 نسخه از کتاب‌های ایشون رو خریداری کردم. بربسی انتاراشی بربسی این گورد گناهاتی پانون اسپانه بود این چهاربه هنز آراچین ایست گوریز آسد آراچین اوله بود هدافتر اونیس دوست یکا حافظ هاریور اولیمر پارون دسپان دیدنس. هر کس دیگه اشعار شعرهای ایران رو در واقع ترجمه بکنه من همین کار رو میکنم. اوه برانی یه تر نکه از ایرانگان گراکان میکنه هم پایتان رو این کاری بگیرمیز. و تشکر میکنم از آقای جورج ابراهیمی که این همت بلند رو انجام دادن اگرچه 360 تا شد. 300 به اضافه تقریبا 20 تا رو باید. 20 تا رو باید. خب تقریبا بیش از نصف از غزلیات حافظ رو ترجمه کردن، نصفی هم از رباعیات حافظ رو ترجمه کردن و این کار بسیار بزرگی است. مرتبان مرپس را ترکمانی چاندیسانو بارم جورج آبلن نشبار اگر که من آیدنو شد مت گورت کاریم یره کاریم گازر ترکمانی لو دا کسی تابدینه یه کسی تابدینه یه کاریم یه ترکمانی دیروز کنیم در من دیگه هر که داره گفتن نمیخوام وقت شما رو بگیرم چون خسته هستیم و برنامه ممکنه طولانی بشه ولی در بیان عظمت حافظ همین بس که بوده ادیب سخنور شاعر و فیلسوف آلمانی گفت آرزو میکرد که کاش که من یکی از مریدان حافظ باشم میبودم.
Չեմ ուզում հանդերությունը շարել, գիտեմ ունեք միջոցառում շարունակ դելը, սակայն որպես պատկերացում կազմեք, թե ով է հավեսը մեծ ընդյոթեն գերմանացի, այսպիսի տողեր ունեք, Երանի ես լինեի ձեր ցշեկը. من تا اونجا برای که حسن ختامی باشه برای جلسمون دو تا شعری که حافظ حالا شاید یکیش هم مربوط باشه به این سوی عرس حافظ داره که میگه ای سبا اگر بگذری بر ساحل رود عرس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس میتونم بیارم شاید یه گزی تولر نارکسی ماسین، آرکسیتی ماسین پارن دسپان خنثرت بور آمپایمان، تاکمان را آمپایمان هت هت در اون زمان کرد. خب من ای سبا اگر بگذری بر ساحل رود عرس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس ای سبا اگر بگذری بر ساحل رود عرس بوسه زن در خاک آن وادی و مشکین کن نفس زبیور مهمانوش تنیر تتر ساحل و منصر عرز یاپو همپوری در آقا و شون چت و حقی مشکی هنوش بود Thank you.